درود بر شما، سیامک دهقانپور هستم. در یک شنبه هفته شهریور 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا کرونا در ایران از فروپاشی تا فاجعه خوش آمدید. مقابل دفتر شرکت فایزر در شهر واشنگتن بریم برای گزارش سارا دهخان از واکسن های موجود برای کرونا در ایران. سارا که گزارش های صدای آمریکا درباره همگیری کرونا را تهیه میکنه، تحصیلات بیوتکنولوژی در شاخه نظارت بر غذا و دارو داره. سیامک، در ایران 4 واکسن در حال تزریقه که بر اساس آمار تفکیکی وزارت بهداشت ترتیبشون هست: سینوفارم چین، آسترازنکا، برکت، اسپوتنیک روسیه و کوواکسین هند. واکسن های یک بیماری جدید مثل کووید 19 طبیعتاً بهتر توسط سازمان های معتبر جهانی تایید بشن. FDA در آمریکا و EMA در اروپا معتبرترین نهادهای نظارتی دنیا محسوب میشن و البته سازمان بهداشت جهانی هم اطمینان حاصل میکنه که استانداردهای جهانی در پروسه تایید دارو رعایت بشه. این چرا مهمه؟ چون مثلا واکسن اسپوتنیک روسیه هنوز منتظر دریافت مجوز سازمان بهداشت جهانی یا EMA اروپا است. اونا از سازنده روس خواستن تا داده های بیشتری بهشون نشون بده، اما خب ایران این درخواست رو مطرح نکرده و واکسن رو تایید کرده. واکسن آسترازنکا هم تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو داره، هم مورد تایید آژانس دارویی اروپا EMA، اما توی کشورهای مختلف و کارخونه های متفاوت ساخته میشه. سازمان بهداشت جهانی اتفاقا یه فهرستی داره از سایت های دارای مجوز برای تولید واکسن های کووید 19. آسترازنکایی که در ایران هست از ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و روسیه اومده. سینوفارم که بیشترین تزریق رو در ایران داره، سازمان بهداشت جهانی تاییدش کرده، اما نگرانی هایی در موردش وجود داره، در مورد کاهش اثر بخشیش با افزایش سن. حالا تعدادی از کشورها مثل بحرین اومدن به افراد مسنی که 2 دوز واکسن سینوفارم زدن، دوز سوم واکسن فایزر رو توصیه کردن. در مورد واکسن‌های داخلی هم چندین نهاد همونطور که میدونی بر سر تولیدش با هم به رقابت افتادن و تبلیغات گسترده‌ای برای هر کدومشون شد که اتفاقاً الان می‌بینیم یکی از دلایل تأخیر در واردات واکسن در ایران هم همین بود. 7 واکسن در ایران تولید شده یا داره میشه که فعلاً فقط برکت و پاستو کووک مجوز مصرف اضطراری گرفتن. برکت فقط 1 پیش مقاله از آزمایش‌های حیوانی رو منتشر کرد که اون هم کاسی‌ها و ابهاماتی داشت. اطلاعات فاز 1 و 2 رو هم که اصلا نداریم. پاستو کووک در واقع همون سوبرانا 2 کوباست. از قرار 140,000 دوزش هم وارد چرخه واکسیناسیون شده، اما در آمار تفکیکی وزارت بهداشت ازش نامی نبردن و فعلا سهم زیادی در واکسیناسیون عمومی در ایران نداره. سیامک. به مقابل ساختمان سازمان دارو و غذای آمریکا در شهر واشنگتن بریم برای گزارش دوم سارا درباره داروهای موجود برای کرونا در ایران. سیامک، خوشبختانه خیلی از افرادی که به کووید 19 مبتلا میشن میتونن توی خونه درمان بشن. البته توصیه میشه که درمان ها در خانه هم تحت نظر پزشک انجام بشه. مشکل عمده درمانی در ایران تجویز بعضی از داروها خارج از پروتکل‌های رایج جهانیه. مثلا رمدسویر مصرفش توی پیک پنجم ایران 8-10 برابر شد و خیلی اوقات برای کسانی که نیاز به اکسیژن اضافی ندارن استفاده میشه. رمدسویر ساخت یک شرکت آمریکایی به اسم گیلیاده که بعد از دریافت مجوز مصرف اضطراری امتیاز ساخت این دارو رو به چند کشور از جمله هند هم داد. اما ایران هم از همون موقع شروع کرد به تولید داخلی رمدسویر، از جمله توسط یک شرکت دارویی زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام. گیلیاد توی ایمیلی به من گفت که ایران امتیاز ساخت این دارو رو نداره و این شرکت نمیتونه اصالت دارویی رو که در ایران به نام رمدسویر درست میشه تایید کنه. همینطور به مصرف کننده ها برای استفاده از دارویی که خارج از زنجیره اصلی مورد تایید ساخته شده هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی از سال 2020 شروع به آزمایش روی این دارو در بیماران مبتلا به کووید 19 کرد و در ماه نوامبر همون سال نتیجه گرفت که رمدسویر تاثیر خیلی قابل توجهی روی کاهش مرگ و میر یا نیاز به ونتیلاتور نداره. بعد از اینکه علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران گفت بیشتر از 720 میلیون یورو خرج این دارو شده و جنجال شد که چرا این پول رو ندادید واکسن بخرید، تا
تازه این نتیجه گیری سال 2020 سازمان بهداشت جهانی در ایران رسانه ای شد. این نکته رو هم بگم که قیمت رمدسیویر در بیمارستانهای دولتی حدود 700 هزار تومانه، اما بیشتر در بازار آزاد فروخته میشه با قیمت 8 تا 12 میلیون تومان برای هر شیشه. قیمت هر شیشه رمدسیویر در هند که امتیاز رسمی شرکت گیلیاد رو هم داره حدود 899 روپیه است که میشه تقریبا 300 هزار تومان. سیامک؟ به مقابل ساختمان مرکز کنترل پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا در شهر واشنگتن بریم برای گزارش بعدی سارا. سارا از مقابل CDC از آزمایش‌های تشخیص ابتلا به کرونا در ایران گزارش میده. سارا. سیامک، سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کنه همه افرادی که علائم شناخته شده کووید 19 رو دارن صرف نظر از واکسیناسیون یا سابقه ابتلا تست بشن. یکی از معیارهای خوبی که میشه بهش رجوع کرد اینه که چه میزان از تست‌های انجام شده در یک کشور مثبت میشه. طبق معیارهای سازمان بهداشت جهانی نرخ مثبت کمتر از 10% مناسبه و زیر 5% نشون دهنده کنترل همه‌گیری در یک کشور هست. ایران روزانه حدود 100 هزار تست انجام میده که بین 30 تا 50% مثبت میشه. ضمن اینکه تست‌های انجام شده در ایران به نسبت گستردگی شیوع ویروس در این کشور خیلی کمه. در ایران به ازای هر میلیون نفر 311 هزار تست انجام میشه. در ترکیه مثلا که گستردگی شیوع ویروس کرونا به نسبت ایران کمتر هم هست، این رقم حدود 2.5 برابر ایرانه. در مورد کیت‌های تشخیصی در ایران هم میدونید که وزارت بهداشت یکی از دلایل تأخیر در تایید اولین مورد ابتلا در 30 بهمن 98 رو عدم دسترسی به کیت تشخیصی تا قبل از این تاریخ عنوان کرده، در حالی که چند تا از مقامات همین وزارتخونه از جمله آقای جهانپور از 9 بهمن گفته بودند که تمامی تجهیزات رو برای تشخیص کرونا دارن. از اسفند هم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد اجرای فرمان امام از تولید کیت‌های کرونا خبر دادن و کلی تبلیغ کردن که به خودکفایی رسیدیم و کیت‌ها رو صادر می‌کنیم و غیره. الان گفته میشه 400 آزمایشگاه در ایران تست PCR انجام میدن. این تست به مراتب دقت بالاتری نسبت به تست سریع رپید داره. مهمتر این که افراد بی علایم رو هم میتونه تشخیص بده، البته اگر از تکنیک های نمونه برداری درست استفاده بشه. هزینه تست کرونا در ایران گفته میشه بین 200 تا 500 هزار تومانه. طبیعتا خیلی ها به دلیل این هزینه بالا نمیرن تست بدن و در مورد پوشش بیمه هم ابهامات زیادی مطرح شده. به مقابل یکی از ساختمان‌های دانشگاه جانز هاپکینز در ایالت مریلند بریم برای آخرین گزارش سارا. سارا که خودش از این دانشگاه فوق لیسانسش رو در بیوتکنولوژی گرفته درباره کمک‌های آمریکا به دیگر کشورها در دوره کرونا گزارش میده. سیامک، توزیع واکسن بین کشورها از طریق برنامه کوواکس سازمان بهداشت جهانی انجام میشه و حتی واکسن‌های اهدایی مثلا از ژاپن هم از همین طریق به ایران میرسه. داشبورد یونیسف نشون میده از 9 میلیون و 700 هزار دوز واکسن اختصاص یافته به ایران حدود 5 میلیون دوز واکسن ارسال شده. آمریکا هم تا کنون از طریق کوواکس بیشتر از 110 میلیون دوز واکسن به بیشتر از 60 کشور اهدا و ارسال کرده. مقامات دولت آمریکا تاکید کردند که هدفشون از اهدای واکسن نجات جان هاست و هیچ امتیازی از کشورها در قبال این اهدای واکسن نمیخوان. همونطور که میدونید از شهبانو فرح پهلوی تا گروه های مختلف ایرانی آمریکایی به دبیر کل سازمان بهداشت جهانی یا مقامات دولت آمریکا نامه نوشتن و خواستار اختصاص بخشی از واکسن های اهدایی آمریکا به ایران شدند. برنامه گوی سازمان بهداشت جهانی که مسئول توزیع این واکسن هاست در ایمیلی به من گفت واکسن های آمریکایی قراره در اختیار 92 کشوری که در برنامه AMC گوی هستند قرار بگیره که ایران هم جز همین کشورهاست، البته جز کشورهای خودکفا از لحاظ مالی این برنامه به حساب میاد. از طرفی کارزارهایی را افتاده در فضای مجازی که در اون ایرانی ها از نهادهایی مثل پزشکان بدون مرز درخواست کمک به ایران رو در شرایط کنونی کردن. من این موضوع رو با این سازمان در میون گذاشتم. همونطور که میدونی در آغاز شیوع کرونا کمک های سازمان پزشکان بدون مرز توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران رد شد. پزشکان بدون مرز در ایمیلی به من گفت که در ماه فوریه امسال 40 دستگاه اکسیژن ساز به جمعیت هلال احمر ایران اهدا کردند و آموزش استفاده از اونا رو برای افرادی که در خانه تحت اکسیژن درمانی قرار دارن
ارائه دادند. این سازمان گفته که برای ارزیابی نیازها و کمک‌های احتمالی آینده با مقامات ایرانی در تماس هستند. اما وقتی بهشون گفتم که آیا ارزیابی میدانی هم می‌کنید و در جریان صف‌های طولانی که برای اجاره دستگاه‌های اکسیژن سازی که 5 ساعت شارژ دارن هستین یا نه، دوباره همون پاسخ رو تکرار کردن که البته می‌دونیم ماهیت فعالیت‌های این نهادهای بین‌المللی به همین شکله.